درود به همه میهنان عزیز. امروز سه‌شنبه 23 اردیبهشت با خلاصه اخبار تودی در خدمت شما هستم. آنکارا ادعای جواد ظریف مبنی بر ارسال 40,000 کیت تست پیشرفته کرونا به ترکیه را بی‌اساس خواند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ریچارد گرنر، مدیر موقت اطلاعات ملی آمریکا، لیستی از مقامات سابق دولت اوباما را که گفته می‌شود در ماجرای توطئه برای مشاور سابق امنیت ملی مایکل فلین دست داشته‌اند، از طبقه بندی محرمانه خارج کرده است. رادیو پیام اسرائیل عنوان کرد هواپیمای مسافربری اوکراینی را به اشتباه زدند، ناوچه خودشان را به اشتباه زدند. با این همه اشتباه و بی‌عرضگی، رویای محو کردن اسرائیل را هم در سر می‌پرورانند. زهی خیال باطل. دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در کاخ سفید عنوان کرد هیچ چیزی از طرف چین عجیب نیست. من از چین راضی نیستم. آنها می توانستند جلوی کرونا را از مبدأ بگیرند. حالا هم از حمله هکرهای آنها می شنویم. ما این مسئله را از نزدیک پیگیری می کنیم. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و برنده طلای المپیاد جهانی نجوم که از سوی ماموران امنیتی سپاه تروریستی پاسداران بازداشت شده است، از تهدید جنسی و جانی خود در پاسخ به اتهام‌های سخنگوی قوه قضاییه خبر داد.